شناخت خداوند روح القدس صلیب مسیح منجی جهان فرآور فراوان آرامش جان از محبت محبت خداوند ایسا در سرزمین ایمان عشق خدا فراوان نور مقدسش باد بر پایه های ایمان در سرزمین ایمان عشق خدا فراوان نور بر پای های ایمان. با درود فراوان خدمت شما بینندگان بسیار عزیز و دوستداران برنامه زنده پایه های ایمان یعنی چی؟ یعنی پنجشنبه شب شد ساعت هشتانیم به وقت شما عزیزان در ایران ساعت پنج بعد از ظهر به وقت انگلستان درود میفرستم خدمت تک تک شما و به فیض خداوند واقعا فیض خداوند که همه شما عزیزانم در سلامتی کامل باشید روز خوبی را رو شروع کردید و به فیض خداوند به امید خداوند شب خوبی را هم پشت سر بگذارید درود 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 فراوان خدمت شما عزیزان دل خداوند باز هم یک پنجشنبه دیگه از راه رسید و من خیلی خوشحالم که دوباره خداوند چنین فرصتی رو در اختیار من کشیش میلتن عزیز و تمام بچه های برنامه زنده پایای ایمان قرار داد تا بتونیم شما رو خدمت کنیم و در کنار همدیگه از تعلیمات کارشناس محترم برنامه برکت بگیریم خیلی خوشحالیم که شما رو داریم به قول برادر عزیزی چقدر خوبه که هستید همینطور سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما کشیش میرتن عزیز خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در کنار شما برای اجرای این برنامه به استودیو اومدم اختیار دارید منم خدمت شما در استودیو درود میفرستم سلام عرض میکنم درستید. و چقدر خوبه که با همدیگه با همکاری هم دیگه میتونیم به فیض خداوند در خدمت بینندگان عزیزمون باشیم خیلی خوش اومدید شکر واقعا خب دوستان عزیز همونطور که میدونید راه های ارتباطی برنامه رو میتونید پایین صفحه گیرنده آتون ببینید اما برای دوستان عزیزی که امروز به جواب و و پای برنامه نشستن اولا بهتون خوش آمد ویژه میگم خیلی خوشحالیم که داریمتون اما برای سهولت کار من یک بار دیگه راه های ارتباطی برنامه رو برای شما خواهم خوند برای ارتباط مستقیم با برنامه میتونید با شماره تلفن 20 9832 با ما ارتباط برقرار کنید همینطور میتونید می پرمک های صوتی و نوشتاری خودتون رو از طریق تلگرام، واتساپ و سیگنال به شماره تلفن 2035 79 993 7772 برای ما ارسال کنید بسیار عالی خیلی ممنون الازه عزیز تشکر و واقعا خو باعث خوشحالی ما هستش و موجب برکت ماسفتگیش از شما عزیزان میبینیم بخاطر چرا؟ بخاطر اینکه این رابطه برنامه زنده رو قشنگتر میکنه برنامه زنده است پس شما همطوری که ناز عزیز فرمودن به موقع اگر اینها رو برای ما بفرستید ما هم خیلی خوشحال خواهیم شد اما طبق ساختار برنامه پایه های ما ما همیشه در آخر برنامه یک مورد بسیار مهمی رو داریم این مورد بسیار مهم چیه؟ دادن قلب خودمون وجود خودمون تسلیم شدنمون به خداوندمون عیسی مسیح زنده است دعایی رو داریم با هم دیگه دعا خواهیم کرد و نامش از دعای اعتراف یک نمونه است از مجموعه دعایی که میتونیم اعتراف بکنیم چون که در ایمان مسیحی ما دعا نویسی و غیره و اینا نداریم در ایمان مسیحی ما رابطه دو تا قلب است قلب انسان با قلب خداوند که آن قلب مهربان خداوند تو منو دعوت کرده که اگر دوست داری امشب دوست عزیزم به خداوند خودت رو تسلیم بکنی این رو در صحبت بیان باید بکنی که ما انسان کی هستیم و او کی هست و این رابطه زیبا شروع بشه و این رو در آخر برنامه با ما خواهید داشت مرسی خدا رو شکر ممنونم بعد امریتم و خدا رو شکر که میتونیم چنین این وقت رو با هم دیگه داشته باشیم فقط برای یادآوری و خدمت شما دوستان عزیز باید خدمتون ارز کنم که نیم ساعت اول برنامه از پذیرفتن تماس مستقیم شما معذوریم فقط به خاطر اینکه تمرکز خیلی بیشتری روی تعلیمات کارشناس محترم برنامه داشته باشیم اما بعد از پایان این قسمت این بازی زمانی من دوباره خدمت شما عرض میکنم و شما میتونید با برنامه خودتون تماس برقرار کنید دقیقا من خوشم میاد وقتی که این رو میگید برنامه خودتون واقعا هم اینطوریه بله. ما باید واقعا انقدر رابطه زیبای ایمان مسیحی رو نشون بدیم که شما فکر نکنید ما جدا بافته و شما نه ما هممون میتونیم در یک خانواده قرار بگیریم و باشیم بسیار عالی ما وقت رو زیاد نگیریم و خب مخصوصا بینندگان عزیز و بینندگان گرامیمون که این برنامه زنده پنجشنبه ها رو تعقیب میکنن میدونن که ما یه مقدمه ای معمولا میچینیم برای اینکه صحبت باشه و من اطمینان داشتم یه برنامه ای رو در مورد ازدواج گوش میدادم یه ویدیو کلیپی بود هم نگاه میکردم و هم گوش میدادم و در اونجا متوجه شدم که سخنگوی موضوع ازدواجی رو که داشت مطرح میکرد در صحبتش عهد و پیمان ازدواج و اینا رو نفی کرد خب برای من هیچ مشکلی نبود که چون میدونستم ایشون باور مسیحی نداره و یک باور دیگه ای داره و ازدواج رو به صورت احساسی و قرارداد بین دو نفر که عاشقانه همدیگه رو دوست دارن و نهایتا این دو نفر با هم دیگه چکار میکنن ازدواج میکنن و خب برای من به عنوان یک مسیحی از دید کلام خداوند از دید آن چیزی که خدا داره میگه دیدم که نه عهد و پیمان اتفاقا خیلی هم مطرح هستش بله. برای ما ها که این موضوع عهد و پیمان رو داریم صحبت میکنم همین حالا برای من یه سوالاتی پیش آورد اتفاقا ناز و من البته به بینندگان عزیزم بگم که من از دید ایمان مسیحیمون دارم نگاه میکنم بله. و برای همین هم هستش که دیدم احتمال قوی آنچه که من هم یه خود مثلا نگاه کردم دیدم متعجب شدم ولی به خاطر باوریشون زیاد نه شما فکر میکنید فرق هست بین مثلا حالا عط و پیمان و قرار خب خیلی سوال جالبی پرسیدین چون بعد در شما اشاره کردین به باور و ایمان ما وقتی که به این موضوع من فکر میکنم من به این میرسم که ما خدایی رو میپرستیم که خدای عهد و پیمانه نه خدای قرار خب عهد و پیمان زمانی بین دو طرف یا طرفین برقرار میشه که خب یه سری مسائل تمام مسائل تمام جنبه ها رو با هم دیگه روشن میکنن و قطعا یه شهودی وجود داره و نکته مهمش اینه که شکنی این وسط وجود نداره ولی در مورد قرارداد بسط درسته که همین شرایط رعایت میشه اما نکته مهمی که وجود داره مثلا همین الان خودمون میخوایم با یه وکیلی با یه شرکتی میخوایم یه قراردادی ببندیم ام. اون قرارداد 20 صفحه است و یه جوری یه عالمه تبصره داره که میتونه اون فردی که داره قرارداد رو میبنده به وجود مدن یه شرایطی اون قرارداد رو فسخ کنه بله. یا اگر طرف مقابل نباشه بدون حضور یا وجود اون میتونه قرارداد رو فسخ کنه بله بله. و امه. ما چنین نکته ای رو توی عهد و پیمانی که با خداوند میبندیم و در ایمانمون نداریم و این به نظر من خیلی قشنگه و تفاوت اساسی شه خیلی ممنون ناز عزیز برای این گفتار بسیار جامع در رابطه با این تفاوت و واقعا از این نظر تفاوت هست در اون قدیم قدیم ها در عهد و پیمان ها فقط نوشداری نبود و به صورت عمل بود حالا شما فکر کنید به عنوان مثال من میگم این رو در من چون مطالعه رو داشتم این رو میگم در بین سرپوستان آمریکا خب سواد اینا نبود که بیان اینا قراردادی رو تنظیم بکنن نمیدونم امضایی بکنن و فلان حالا امضای اینها چی بود عهد و پیمان خونی بود حالا چه کار میکردن جالب بود که اگر دو نفر با همدیگه دیگه پیمان حتی برای ازدواج به همدیگه در آمدن و همچنین دو تا قبیله اگر میخواستن جنگ نکنن رئیس قبیله میشست روبروی هم یا اون دختر با پسر یه قسمت از دستشون رو میبریدن و بعد اون هم همون کار رو میکرد و اینها رو میذاشتن رو همدیگه. یعنی این خون میگفتن آره این عهد و پیمان خونی بستیم حالا دو تا معنی داشت یعنی تا به پای خونمون دیگه خون تو رگ ماست دیگه درسته ما این اهت و پیمان رو نخواهیم شکست ولی اگر شکسته بشه خون ریخته خواهد شد و این خیلی برای خود من جالب بود که این موضوع رو مثلا در زمانهای قدیم انجام میدادن و همه چیز فقط روی کاغذ اینو نبود پس ما ببینیم که بهش میگفتن عهد و پیمان خونی خیلی جالبه داشتین صحبت میکنی بعد هم دقیقا یاد این افتادم یاد کار بزرگی که خداوند ما بر ما انجام داد عیسی مسیح به خاطر ما رو صلیب رفت و خونش ریخته شد آمه. به خاطر اینکه این عهد و پیمان بین ما بسته بشه و برای نجات ماها و تمام بشر این کارو کرد یعنی قشنگ دقیقا همین چیزی که شما توضیح دادین اشاره مستقیم برای من به کار بزرگ خداوندمون بود چقدر عالی پس خداوند خون ما رو نمیریزه خون خودش رو ریخته آه. با ما عهد و پیمان بسته بستن در عهد جدید اتفاق همین حالا گفتم عرض کردم عهد جدید و این اشاره هم شد که ما میدونیم که خداوند و عیسی مسیح که میگیم یعنی عهد جدید اون آه. پیمان جدید حالا ممکنه برای بینندگان عزیز ما پیش بیاد چون که برای خود ما هم ممکنه در همون ابتدای ایمانمون پیش اومده باشه که ما چرا دو تا عهد و پیمان در کلام خدا یا کتاب مقدس داریم بله دقیقا فکر میکنم این سوال خیلی سوال مهمیه پس بهتر بریم سراغ کارشناس محترم برنامه بود که ببینیم که در خدمت چه شخصیت محترمی هستیم و موضوع برنامه چیه دوستان عزیز همونطوری که روی صفحه گیرندهاتون مشاهده کردین مهمان عزیز و گرامی برنامه امشب ما خانم شمیران دنیل عزیز هستم با موضوع پیمان قدیم و پیمان جدید و چقدر خوشحال هستیم که خواهر شمیران عزیز رو امشب در استدیو کنار خودمون داریم خواهر شمیران عزیز به خدمتتون سلام عرض می‌کنم ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین شد برای وجودتون و ممنون که تشریف آوردین خیلی ممنون لیلا جا منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم واقعا منم سلام عرض میکنم خدمت شما همینطور درود میفرستم خدمت بینندگان عزیز پایه های ایمان وقتتون به خیر باشه و خیلی خوشحالم که یک پنجشنبه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم با این دعا دعای من اینه که این برنامه همینطور که موجب برکت من شده موجب برکت شما عزیزان بشه آمین, آمین. منم از طرف خودم به شما خوش آمد میگم در استودیو خب ما تو خونه با هم بودیم تو باشیم با هم بودیم و حالا هم در استودیو بالاخره سلام و استودیوی خدمتون عرض مرسی. کنم و خدا برکتتون بده شما و تشکر می کنم از خداوند که شما تشریف دارید و میتونیم این موضوع رو با هم دیگه بررسی بکنیم و حتما موجب برکت همه ما خواهد شد من. خیلی ممنون خیلی ممنون خب خواهر شدید عزیز چون این موضوع خیلی موضوع مهمیه و ما دوست داریم از شما بیشتر بشنویم من میرم سر اصل مطلب و اینکه خب شما اینجا حضور داشتین و مقدمه من و بردم میرسن عزیز رو شنیدین اما سوال من از شما اینه که چرا فکر میکنی این مطلب برای این برنامه که مثل اسمش پایه های ایمان من به این اعتقاد دارم که پایه های ایمان همه ما رو درست میکنه و موجب برکت ما میشه. میخوام ببینم که چرا فکر میکنی این موضوع برای این برنامه مناسبه میدونی خب بالاخره خیلی وقت از ایمانداران سوال میشه ایمانداران سوال میکنن که خب چرا دو تا عهد داریم چرا عهد قدیم چی عهد جدید چیه چه لزومی داشت عهد جدید داده بشه و چه فرقی چه برتری به این اینا هست آیا واقعا لازمه که ما باید عهد قدیم هم نگه داریم و میبینیم همین مسئله در اتفاقا اوایل قرن اول هم بود وقتی ایمانداران مسیحان ایمان آوردن مسیحیان یهودی ایمان آوردن این مسئله مشکل بود برای اونا خطر برای همون رساله به ابرانیان رو واقعا نویسنده داره رابطه بین پیمان قدیم و پیمان جدید رو خیلی قشنگ توضیح میده و برتری اینا رو نشون میده و متقاعد میکنه ایمانداران رو و بعضی ایمانداران هم حتی وقتی ایمان میارن بعضی موقع متاسفانه هنوز یک حالت شریعتگرایی دارن در نتیجه باز میگردن به همون مس... مسائل و فکر میکنن با نگه داشتن شریعت یا بعضی چیزها هست میتونن ایمانشون رو حفظ بکنن ولی نویسنده به ابرانی خیلی قشنگ داره تفاوت‌ها رو نشون میده میخواد نشون بده برتری رو دقیقا مثل نشون میده که به شباحت... بین شباهت عکس یک نفر با وجود زنده یک نفر اینجوری با. مقایسه میشه و به وضوع آشکار میکنه مخصوصا عزیزان اگه بخونن در باب هشت خیلی قشنگ این دوتا پیمان رو مقایسه میکنه برای همین مطلب رو آوردم که ببینیم برتری پیمان جدید بر پیمان قدیم چیه و وقتی که این برتری ها رو ما نگاه کردیم موقع تصمیم خواهیم گرفت که آیا واقعا اون پیمان ها اون مفاد اونجا رو باید نگه داریم یا چه کاری در پیمان جدید برای ما اتفاق افتاده که مقایسه بکنیم ببینیم کدوم یکی بعد انتخاب رو بذاریم دسته بینندگان مثل دقیقا برنامه که داشتیم فیض و شریعت اون این کاملا با اون فرق داره ولی خب به اون نتیجه خواهر رسید امشب که کدوم یکی برتر بر کدوم یکی داره خدا رو شکر بس امشب قرار که کلی نکات خوب از خارش نمیران از این زیاد بگیریم ممنونم واقعا به خاطر جواب کاملتون متشکرم با توجه به توضیحی که دادید در خصوص اهمیت داشتن این مطلب و در گفتارتون فرمودید به اشاره کرده به برتری پرسش من از شما خواهد بود که خب این دوتا پیمان هستند در چه چیزهایی برای دیگه برتری دارن؟ همینطور که اشاره کردم به چیزی که در رساله به ابرانیان می نویسه پیام حاکم بر رساله بر عبرانیان اینه که پیام جدید به رهبری مسیح <تص> بر پیام قدیم که به رهبری موسا بود برتریت داره مم. و مسیحیت بر یهودیت در حقیقت ابرانیان این رو میخواد بگه مسیحیت بر یهودیت برتری داره مسیح بر فرشتگان برتری داره آمان. در ابرانیان اگر عزیزان بخونن ابرانیان یک چهار میگه از فرشتگان او رو گردانید در ابرانیان دو هشت میگه همه چیز را مطیع او گردانید یا او رو بالاتر از برتر از هر کسی هر چیزی هر نبی قرار میده ابرانیان سه سه میگه زیرا این شخص به ایسای مسیح لایق اکرام بیشتر از است زیرا که سازنده خانه بیشتر از خود خانه حرمت دارد موسا رو خونه مینامه ولی ایسا رو سازنده خونه یعنی سازنده ایساست دقیقت خالق ایسا هست و دقیقا مثل این که اونه اون عکس موسا بود ولی خود عکس خود وجود ایسای مسیح بود م. و در این رساله میخواد بگه که مسیح واقعا بی نهایت عظیم بی نهایت متفاوت از همه راههایی هست که به خدا منتها میشه یعنی واقعا جدا مسیح جدا از برتر از هر کسی است پس چقدر مهمه ما این حقیقت رو وقتی درک میکنیم که مسیح برتر از همه است مسیح برتر از شریعت مسیح برتر از موسی و کار کرد و کاربرد این دو پیمان رو وقتی که برتری بودنشون وقتی که نگاه دیگه صد 100 در درصد برای ما ثابت شده است ثابت مم. میشه که کدوم یکی رو باید بچسبیم و کدوم مم. یکی رو باید دنبال بکنیم و با کدوم یکی میتونیم ما نجات پیدا بکنیم آمین رو شکر. آمین واقعا ممنون بابت توضیحات خیلی کاملتون و همینطور متشکرم از بیننده های عزیزی که از اولین لحظات برنامه با ما همراه بودند و پیام های پر از لطف و محبتتون رو برای ما فرست دادیم محصه عزیز نوشه شک خدا رو شکر برای وجود همه گیه شما عزیزان برای و سپاس از شما خوهر الناز عزیز شکر برای وجود شما خوهر محصه عزیز و ممنون که همراه ما بودین فیروز عزیز برای ما نوشتن سلام ممنون از برنامه خوب شما ها و خداوندمون عیسی مسیح بر شماها برکت بده آمین میگیم به آمین. این دعای قشنگتون و شکر برای وجود شما و ممنون که همراه ما بودین و همینطور ایوش عزیز به ما سلام کردم ما هم سلام عرض می کنیم خدمت شما و چقدر خوشحالیم که شما رو داریم خب خواهر شمیران عزیز الان با توجه به توضیحاتی که دادین من سوال اول من از شما اینه که اولین برتری نسبت به این دوتا پیمانی که الان شما برای ما توضیح دادی اولین برتری در چیه؟ سوال خیلی خوبیه و شروع برتری ها رو میریم چون بر چند تا برتری هست که واقعا اینا ما رو کمک میکنه امشب که بدونیم هم پیمان جدید رو میدونی در پیمان قدیم تمام این هدایا و قربانی ها به وسیله کسانی مثل کاهنان که خودشون انسان بودن و خودشون گناهکار بودن انجام می ولی در پیمان جدید به وسیله مرگ فداکاران ایسای مسیح شما در مقدمه اشاره کردیم به وسیله مرگ فداکاران ایسای مسیح که خودش بیگناه بود بره بی ای بود بیگناه بود آری از هر خطا بود انجام شد و وقتی که میبینیم خدا به قومش یاد میده که چطور او را بپرستن و چطور به او نزدیک بشن خودش میاد روش قربانی رو رو, رو روش قربانی تاکید میکنه و اون به عنوان تاوان گناهان از اونها توسط کاهن قربانی میخواد و وقتی که کاهن خودش که یک انسان بود میخواست قربانی بگذرونه سعیش رو میکرد که خودش رو از گناه مبرا بکنه به گناه نزدیکی نکنه مخصوصا در روز کفاره که سالی مرتبه انجام می شد و کاهه می باعث کاهن اعظم می باعث می رفت در قدس و لغداس قربانی رو می, می یک سال تمام باید خودش رو تفتیش می کرد حتی می گفت با زن نزدیکی یک سال نمی کرد به خاطر که می رفت به حضور خداوند و نشون می که خودش گناهکار بود و سعی می کرد خودش رو طوری نشون بده که بره وقت که قصال اقداس میرفت حتی لباسش پایین لباس او کاهن اعظم زنگوله داشت که وقت که تکون میخوره صداشو بشنوند چون اگر گناهی در زندگی این کاهن بود و خدا اونجا او رو میزد هیچکس نمیتونست بره در قصال اقداس باید با یه تناب که به کمرش وز بود میکشیدن بیرون پس این نشون میداد که در اون موقع انسان بود که برای گناهان میرفت قربانی انجام میداد کاهن یک انسان بود که قربانی رو میگذرانید ولی در پیمان جدید با مرگ ایسای مسیح این برای بیعیب بدون گناه بدون هیچ نکس بدون هیچ کم و کسری نجات رو برای ما آماده میکنه یک قربانی او قربانی کامل بود واقعا قربانی کامل بود پس میبینیم در پیمان قدیم خود انسان خود انسان گناهکار برای انسان گناهکار دیگه قربانی میکنه ولی در پیمان جدید خود خدا میاد در جسم اون برای بیعیب خودش رو قربانی میکنه و چه برتری هست آمید. که یک انسانی که یک سال باید بکوشه که بدون گناه بره که یک قربانی برای دیگران بکنه و باز برمیگرده صد درصد بالاخره در سال بعد گناهان خودش رو داره و مردم گناهان رو خودش رو دارن در نتیجه ولی برتری عهد پیمان جدید اینه که خود خداوند ما حیسیی مسیح عنوان بره بی عیب اومد و این کار رو برای ما انجام داد خدا رو شکر. آمین. واقعا خدا رو شد <applause> یعنی آدم زبونش قاصره به آمین. خاطر این همه عشق و این همه فداکاری خیلی واقعا بعدا میتن یعنی اگه آدم بهش فکرم کنه قلبش میلرزه اصلا آمین آمین واقعیت آخه چیزی که واقعیت دیگه آنچه که به برحال... میگن عیانه است چه حاجد بیانه است از مهر و محبت خداوندمون عشقی که به ما داشته واقعا و عهدی که با ما بسته چقدر عالی است یعنی در... خودش ایشون میده که انسان برای ما هیچ کاری نمیتونه بکنه دقیقا این برتری نشون میده که انسان برای نجات انسان دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه ام. و خدا باید این کارو بکنه برای منم جالبه که حتی در ابرانیان هم که میخونیم که این همه اشاره بر مساله کاهنان و قربانی ها و غیره میکنه و یاد در کل کتاب مقدس و جالب بود که شما فهم بودید کاهن جالبه که هم برای گناهان خودش و هم برای دیگران قربانی بود اه. یعنی برای خودش هم و هر چه کاهن بود برای قربانی رو میگذرون برای گناهان خودش و مردم هیچ جایی رو شما نمیخونید که عیسی مسیح برای گناهان خودش, خودش قربانی بگذارونه همونطوری که ما میدونیم او بره بی ای به خداست بلدش. او اومده بود که قربانی رو خودش انجام بده همونطوری که عزیزم در مقدمه فرمودی در روی صلیب این کار رو انجام داد. این خیلی نکته جالبیه من میدونم که برتری های بسیار زیاد بیشتری بهم. هم خواهیم داشت برتری بعدی رو اگر شما لطف به ما بگید من وقت که کردم واقعا زغزده زده بودم و باز خدا رو شکر کردم برای حقایق عالی در کلام ام. خدا واسه برکت خود من بوده برتری که دیگه داره در پیمان قدیم در یک ساختمان و روی یک قربانگاه انجام میشد شخص در اونجا عبادت عبادت می و قربانی ها روی قربانگاه انجام میشد. ولی در پیمان جدید بر قلب انسان متمکز هست بر دیگه بر یک جا نیست بر قلب وجود هر شخص هست اون موقع اون قربانگاه بود که آتش روش همیشه روشن باید می شود و کاهن میرفت رفت قربانی ها رو انجام میداد. این آتش امروز بر قربانگاه دیگه نیست که اون قربانی رو بسوزونه و در زندگی هر فرد امروز اون آتش روشن و مشتعله و اون آتش روح القدسه آمین. که در قلب همه ایمانداران شعله ور هست که اون گناهان رو میسوزونه این آتش روح القدس که در درون ما هست و ما هر وقت هر جا دیگه نباید قربانگاه باشه هر جا وقتی که مرتکب یک خطا و گناهی میشیم یک ضعفی داریم با طلب بخشش از او و با طلبیدن بخشش و گناهان گناهانمون بخشیده میشه و در این پیما خدا اون آتش روح القدسش رو بر قلب ایماداران گذاشته در قلب ما سلطنت میکنه اگه فرق قلب فرق, فرق تغییر نکنه آتش قربانگاه هیچ وقت بیفایده است هیچ وقت کاری نمیتونه مم. بکنه یعنی اگر قلب اون شخص نیست عوض نمیشد اون قربانی روی قربانگاه حتی که آتیش میسوزوندن، هیچ فایده ای نداشت مهم. اگر با تغییر قلبی همراه نبود ولی خدا رو شد الان کار روح القدس در زندگی ایمانداران کار او تغییر و تبدیله کاری که دل و افکار و درون ما رو عوض میکنه قربانی بر قربانگاه نمادی هست از درخواست بخشایش مهم. و میبایست با تغییر درونی همراه بود ولی هیچ وقت این ممکن بود بعضی موقع همراه نباشه قربانی رو میکرد ولی تغییر درونی و قلبی ایجاد نمیشد ولی در پیمان جدید توسط رول قدس حتمی رول قدس اون الزام رو در وجود ما میاره با الزام و ملزم کردن ما به گناه باعث میشه که دیگه کاری که قربانی نمیتونست انجام بده قربانی روی قربانگاه نمیتونست ملزم بکنه اون شخص رو ولی روح القدس در درون ما از درون ما ما رو ملزم میکنه شده بر بارها برای همه ما اگر یک اشتباهی خطایی کردیم مثل که یک الزامی به ما اومده در درون ما که چرا این کارو کردی تو که ایمان داری این الزام روح القدس ولی در قربانگاه بر روی آتش همین معمولی این اتفاق نمی افتاد ولی آتش روح القدس در درون ما این کار رو انجام میده و اون آتش در ما اون اشتیاق رو اون اطاعت رو میاره و اون قلب ما رو واقعا احکام رو در درون قلب ما حک میکنه آتش روح دیگه لازم نیست ما به قربان گاه بریم سخنان مسیح رو به یاد ما کلام خدا میاره و این آتش روح القدس وجدان ما رو حساس میکنه نسبت به گناه کاری که نمیتونست آتش قربانگاه انجام بده هیچ وقت آتش قربانگاه نمیتونست وجدان اون شخص قربانی کننده رو چه برسه حالا وجدان کاهن رو حتی بیدار بکنه ولی آتش روح القدس میاد وجدان ما رو روشن میکنه وجدان ما رو بیدار میکنه انگیزه و تمایلات ما رو تحت تاثیر قرار میده آتش قربانگاه هیچ وقت نمیتونست تمایلات و انگیزه های اون شخص رو قرار یعنی تحت تاثیر قرار بده ولی آتشی رول رو این کار رو میکنه. پس میبینیم در تقدیم قربانی در قربانگاه این چیزا اتفاق نمیافتاد. و هیچ مراسمی هیچ وقت نمیتونست، هیچ آتشی بر روی قربانگاه نمیتونست قلب یک شخص رو عوض کنه، از درون او را عوض بکنه. داید. ولی این آتشی رول رو قدوس که میاد وجود شخص رو در بر میگیره، تمام گناهان را میسوزونه، از بین میبره، انگیزه ها رو تغییر میده، قلب رو تغییر میده و چه برتری عظیمی. کاری که هیچ آتشی بر قربانگاه و هیچ جایی نمیتونه انجام بده ولی کاری که روح قدس در زندگی ایماندار انجام میده و چه برتری عظیمیه و حالا با این تفاوت آدم رول القدس رو میذاره میره دنبال قربانی هرگز. فکر میکنیم هرگز خیلی <applause> ممنون شما میران این دو تا نکته من اینجا نوشتم همین در این پرسشی که داشتم خود خداوندونم میدونه که اگر اون قربانگاه هنوز ادامه داشت اون قربانگاه میتونه یه روز تبدیل بشه به بودکده یعنی من برم یه کارم رو اونجا انجام بدم در یک جای مخصوص ولی حالا آزادمون کرده لازم نیست من به یه جای مخصوص برم او آمده در این جای مخصوص قرار گرفته این خیلی خالد. اهمیت داره من اتفاقا همین یک شنبه گذشته صحبت کردم یه موزه عجیب غریبی کردم به نام بت پرستان خداپرست که ظاهره خداپرستانی هستن که اما بت پرست هستن پس ما رو از این آزاد کرده و نقطه دوم برای من جالب بود که اینجا نوشتم شخصی که در اون زمان قربانی رو میبرد همونطور که فرمودید قربانی رو میسوزوند یعنی اون قربانی بر اون آتش انسانی هرچه بود سوخته میشد روح قدوس خداوند برای پاکی ما آن مم. چیزهایی که ناجوره در درون ما میسوزونه پس لازم نیست من به اینجا برم به اونجا برم به این شهر برم به اون کشور برم همه جا عیسی مسیح میتونه با ما باشه چون که او قربانی اصلی رو کرده که با در وجود ما قرار بگیره مرسی برای این و من دو تا نقطه بعد از اینکه رفتیم خونه یه شکلات بهتون <applause> <تصفح> 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 مرسی دقیقا و ما رو آزاد کرده از رفتن به قربانگاه و از خرج کردن و از به زیارت رفتن و از جایی که واقعا فقط نماد بود هیچ کاری انجام نمی کرد دقیقا. ولی روح القدس کارش آه. کارش عالیه چون روح خداست خدا شکر ممنون به خاطر توضیحات شما زوج دوست داشتنی و چقدر خوبه که روی خدا در مستاکنه آمین که همه ایمانداران همه خواهر برادران عزیزم هر روز بیشتر از این روی خدا پر بشیم و دعای ما اینه که خداوندا با قلب ما سخن بگو پس بریم یه موزیک ویدیو بسیار زیبا با همین نام با قلب من سخن بگو کار بردار عزیزم جیلبرت رو ببینیم و برگردیم کسرت اندیشه ها تلخی و یعص و انزوا ای روح قدوس خدا با قلب من سخن بگو چون تیرگی آید پدید چون دورم از صبح سپید روح تسلی و امید با قلب من سخن بگو آواز تو آرام حتی میان موج غم زیر شلاغ ستان با قلب من سخم بگو روح القدس روح خدا ای حکمت بی منتها بکشای چشمان مرا با قلب من سخن بگو تنها مانده از غافل جا مانده دل خسته و بیارزو با قلب من سخن بگو ای هر کلام تو شفا بر جان زخمی دوا بگو آواز تو آرامش حتی میان موج قم یا زیر شلاغ با قلب من سخم بگو شلاغ ستا با قلب من سخن بگو روح القدس روح خدا یک حکمت بی منتها بگشای چشمان مرا Baal be man, Sohan be guru. Baal be man, Sohan be guru. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز برای دوستانی که از این لحظه به جمع پیوستن باید بگم که مهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه امشب ما خانم شمیران دنیل هستن با موضوع پیمان قدیم و پیمان جدید خب بازم تشکر میکنم از همه دوستانی که پیام های پر محبتشون رو برای ما فرستادن رضا عزیز برای ما نوشته درود و فیض خداوند ما مسیح با شما عزیزان سپاسگزارم که با این برنامه مفید و جالب شما ایمان ما رو در ایران تقویت میکنه فیض خداوند با شما باشه ممنون بعد از رضا عزیز ممنون که همراه ما بودین و شکر برای وجودتون و همینطور برای ما شاهروخ عزیز نوشتن درود بر شما عزیزانم پیمان قدیم پیمان وای به حال هاست پیمان جدید پیمان خوشا به حال هاست چرا که مزد گناه مرگ بود و گناه ما با خون مسیح شسته شد خوشا به حالم که فرزند مسیح هستم پیمان قدیم پیمان اعمال نیک ما بود پیمان جدید پیمان فیز است و بسیار زیبا ممنونم در شاروخ عزیز ممنون که با ما همراه بودین و این پیام بسیار زیبا رو برای ما فرست دارین. شکر برای وجودتون همینطور تناز عزیز به ما سلام که ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما و خوشحالیم که همراه ما بودین و فاطمه عزیز برای ما نوشتن شاید خدا میخواست ایمان ابراهیم را بیازماید که اطاعت کننده هست یا نه این نظر من است من دقیقا حالا منظورشون رو متوجه نشدم ولی شاید خارشد. با قربانی کردن پسرش خواسته بله، اطاعتش, آره آره اطاعتش رو دقیقا آره و هم هم بوده اطاعتش رو وقتی که اطاعت رو میبینه میگه دست نگهدار وقتی که میبینه صد در صد ابراهیم حاضر شد قربانی رو اسحق رو قربانی بکنه میگه دست نگهدار و قربانی آماده است عالی ولی یه بیننده عزیز دیگه به اسم سعید دقیقا یه سوالی در همین راستا پرسیدن دوستان خود خداوند اجازه نداد تا ابراهیم فرزند خود رو قربانی کنه چطور تونست یگانه فرزند خودش رو قربانی گناه بشر کنه اگه امکان داره توضیح بدیم اتفاقا اون نمادی بود برای اینکه خدا میرفت که میدونست که میره خودش پسرش رو قربانی بکنه ولی به عنوان انسان اولا نخواست قربانی انسان رو قبول بکنه ولی خدا در جسم اومد چون چرا؟ چون روش قربانی رو خودش گذاشته بود خودش گفته بود که باید خون ریخته بشه گناه بخشیده بشه و یک خونی باید می ریخته می شد که گناهان الان اشاره خواهم کرد در ادامه صحبت ها بیشتر این رو باز خواهم کرد که خونی که ریخته شد یک دفعه برای همیشه بود و می بایستی خون ریخته می شد چون بدون کلام خودم گریختن و گناه بخشش وجود نداشت آمین. و در نتیجه اومد برای بی گناهش رو خونش رو ریخت یک بار برای همیشه با ما رو نجات داد شاید برای بهتر باز شدن این موضوع برای ساید اینطوری هم بگیم که کلمه ای قربانی رو که میانیم منظور این نبود که خدا حالا یگانه فرزندش رو کشت ام. و تموم شد نه غیر از او کسی نبود که بتونه گناهان ما رو نجات بده ام. ولی ببینیم با قربانی او روز سوم از میان مردگان عیسی مسیح شکر. برخواست پس این کاملا فرم میکنه این که یه نفس هم قربانی کرد و اونو کشت و از بین برد نه خدا نمیره زیر سوال شکر ممنونم ام. به خاطر جواباتون خیلی پیام های زیاد و زیبایی داریم آمین که فرصت بشه به همشون بپردازیم آمه. اما چون خیلی مطلب گسترده است من میرم سراغ سوال بعدی خواهش نمیرون عزیز امکانش از سومین برتری پیمان جدید بر پیمان قدیم رو برای ما و بینندای عزیز توضیح بدهیم حتما من کنم این مقدار سریع میرم که بتونیم به پیامک ها برسیم. پیمان قدیم یک الگو و موقتی بود. واقعا یه الگو بود اون قربانی ها و موقتی بود ولی پیمان جدید یک واقعیت و ابدی است. میگم از این به بعد بیشتر از اون بیننده عزیز جواباش رو خواهد گرفت در این مطالب و چون قربانی یک نماد ظاهری و الگو بود مه. حیوان به طور یک بره حالا یا گاو یا گوسن به طور نمادین جایگزین شخص گناهکار قرار میگیره و جریمه گناه او رو میپرداخت و به صورت نمادین مرگ حیوان مرگ این برای این بود که یک جان موجود زنده بمیره که یک موجود زنده دیگر نجات پیدا بکنه و این قربانی رو در سراسر عهد ما این رو داریم تا اومد به قربانی کامل ولی پیمان جدید این قربانی اون قربانی ها سایه ای بودن برای مقدمه ای بودن یک الگویی بودن موقتی بودن از امور آینده که میرفت پیمان جدید رو انجام باشه و یک واقعیت باشه دیگه و الگو نبود یک واقعیت بود دیگه نماد نبود یک واقعیت اصلی بود که این بره خدا با مرگ مسیح روی صلیب و کامل ترین قربانی انسان بود که با مرگ او دیگر ما نیازی به قربانی حیوانات نداریم در ابرانیان ده چار چی میگه 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 دیگه محاله که خون گاوا و بوسا بتونه گناهان ما رو پاک بکنه چون برای پسه تبدیل به بره خدا شد در شکر. پیمان جدید شکر. پیمان قدیم الگو برای نیاز به نجات ما بود ولی پیمان جدید واقعیت نجات رو برای ما به ارمغان آورد یعنی در اونجا نیاز به نجات بود ولی در پیمان جدید واقعیت نجات نجات رو کامل و کمال برای ما آورد پیمان قدیم الگوی بهشت از دست رفته است در پیمان قدیم بهشت رو از دست داده بودن سعی می کردن بهشت رو به دست بیارن ولی پیمان جدید انسان بهشت رو برای ابدیت تا ابد به دست آورد پس چه برتری بزرگی نه چه برتری برای پسر تبدیل به برای خدا شد و گناهان ما رو یک دفعه پرداخت و تموم, تموم کرد مسئله رو و واقعیت رو اون نیاز نجات رو به واقعیت داد و نجات رو صد در صد برای ما به هر آورد خدا رو شکر شکر واقعا ممنونم از توضیحاتتون ام اما برادر میتنزیز هانیبال یه مسیج بسیار زیبا بر ما فرستم و من فکر میکنم که خالی از لطف نیست که بهش بپردازیم نوشتم برمون با سلام به برادر عزیزم کشیش میرتم و خواهران خوبم خواهر ش... شمیران و خواهر الناس ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما به نظر من در قرارداد مواردی با اگر و اما یا مواردی در مورد تنبیه و جریمه ذکر می‌گردن مانند این، مانند این که اگر تو این کار را انجام دهی من تو را دوست دارم وگرنه دوست ندارم ولی در مورد عهد چنین نیست در عهد گفته می شود به عنوان مثال با وجود اینکه تو مرتکب اشتباه شدی من تو را دوست دارم با اینکه تو لغزیدی من هنوز عاشق تو هستم حال در مورد دو عهد کتاب مقدسی در عهد قدیم اگر کسی تمام شریعت را اطاعت می نمود حیات می ولی اگر حتی در یک جزء به خواهد مرد عهد قدیم بر کار انسانی وابسته بود پس انسان می توانست به خود ببالد مزد او از راه هدیه و فیض نبود بلکه مستحق آن بود و به گونه خدا به انسان بدهکار می, می گردید ولی کتاب مقدس می گوید که عادلی نیست یکی هم نه ولی در عهد جدید نجات و حیات و برکات ارزان شده به انسان نه از راه موز و شایسته بودن بلکه از راه فیض و هدیه است فیض یعنی محبت و رحمتی که انسان شایسته آن نیست <applause> که تو مقدس میگوید که محض فیض نجات یافته به وسیله ای ایمان به وسیله ای ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست خدا در این پیمان جدید به ما میگوید همانطور که هستید شما را دوست دارم با وجودی که گناهکار هستید فیض من شامل حال شماست و اگرچه احیانا لغزش خوردید من هنوز عاشق شما هستم آمه. البته لازم است که بگویم که در عهد جدید انسان با کمک روح القدس می تواند به خدا وفادارانه و از روی شوق گذاری زندگی کند انسان با نیروی خود نمی تواند بر وسوسه و گناه غلبه کند کار روح القدس در عهد جدید می تا کار روح القدس در عهد جدید تغییر و تبدیل است و به ما قلب روح جان و تولدی تازه می بخشد. او ما را انسان جدیدی می سازد. در عهد جدید هر که در مسیح باشد خلقت تازه یافته است. در عهد جدید دیگر لازم نیست که انسان بار سنگین گناهان خود را به دوش بگیرد ولی نباید فکر کرد که در عهد جدید چون زیر شریعت نیستیم بلکه زیر فیض پس حال گناه کنیم هلی. اشکالی ندارد ام. برای پدر قبول فرزند گناهکار خود سخت است ولی محبت او برتر از هر گناهی است و انسان باید نسبت به اعمال خود در روز آخر جوابگو باشد ای خداوند چه ادعا کنم برای فیض عظیم تو هم. پیاله نجات را خواهم گرفت و نام تو را خواهم خواند زیرا نابینا بودم و اکنون بینا گمگشته بودم حال در حضور تو مرده بودم و اینک زنده هستم جلال برنامه خدا و با تشکر از همه شما هانیبال مرسی واقعا از این پیام زیباتون باقی. خیلی برکت گرفتیم و شد برای وجودتون و ممنون که همراه ما بودین آمین واقعا چقدر عالی و زیبا خدا رو شکر بسیار زیبا شد در خدا رو شکر همطوری که شما گفتی شمیران میدونم که برتری های متفاوت زیادی هم هستش و میخوایم بیشتر از شما بشنویم پس یه یمقدارم از شما بیشتر بشنویم و بعدا حتما میپردازیم به پیامک عزیزان و نگران نباشید عزیزان حتما پیامک های شما رو تا جایی که اجازه بده برنامه زنده است حتما این رو خواهیم داشت خب شمیران بریم برای چهارمین برتری حتما چهارمین برتری پیمان قدیم وعدههاش محدود بود هم. ولی پیمان جدید وعدهاش نامحدوده بحب. پیمان قدیم برای برخی مهیا بود وعده ها برای برخی بود بحب. پیمان جدید ولی برای همه مهیا شده آمین. وعده ها نامحدوده مال همه است پیمان قدیم کاهنان فقط از قبیله لاوی باید بودن از نسل هارون می باید میشدن که میتونستن به حضور خداوند برن در پیمان جدید همه ما رو کاهنان مینامه که میتونیم راحت به حضور خداوند بریم پیمان قدیم برای قوم برگزیده یهود بود ولی پیمان جدید برای تمامی اقوام هست برای تمامی ملت ها هست محدود به یک قوم دیگه نیست بلکه برای همه هست همه شریک این وعده هستند پیمان قدیم فقط در وعدهش به یهودیا بود در وعده در نجات در این قربانی ها فقط برای یهودیا باز بود برای دیگران باز نبود ولی خدا رو شد در پیمان تازه در پیمان تازه در برای همه بازه در وعده های خداوند در سه هزار وعده برای همه بازه کلام میگه هر که ایمان بیارد نجات پیدا خواهد کرد در پیمان قدیم قوم به عنوان گوسفندان و خدا به عنوان شبان بود و گوسفندان برای شبان برای گوسفندانش ولی اینجا میبینید شبان اعظم خودش میاد برای گوسفندانش جانش رو میده در پیمان قدیم گسترده کار نجات فقط برای یک قوم بود قوم خدا بود ولی گسترده کار نجات بخش در پیمان جدید برای همه است شوف. برای همه مردم از هر ملیت از هر قوم از هر منطقه جغرافیایی از هر طبقه اجتماعی از هر جنسیت دیگر مهم نیست کی باشیم در برای همه برای نجات ب... برای بخشش بازه دیگه برای برخی نیست جنبه جنبه همگانیه جنبه جنبه جنب جهان شموله مسیح نجات دهنده برای دیگه یک قوم نیومده اینجا برای جهان اومده در یوحنا چی میگه میگه زیرا جهان رو محبت نمود و پسر یگانه خود را داد هر کی ایمان آورد هر یک نگرده بلکه حیات جاودانی بیابد و او جانش رو در راه تمام دنیا تمام انسان ها داد نه برای یک شخص و برای آمرزش همه بر روی صلیب رفت نه برای یک نفر حتی اگه یک نفر هم بود برای اون میرفت پس تمام کسانی که کار نجات بخش مسیح رو بر روی عیسی مسیح ایمان بیارن نجات رو خواهند داشت وعده ها رو خواهند داشت دعوت برای همه است اما کسانی که به این دعوت جواب مثبت میدن و میپذیرن و قبول دارن نجات خواهند پیدا دعوت برای همه از در برای همه بازه ولی کسی که وارد بشه نجات رو خواهد داشت دل دلیل نداره در باز کسی نخواد وارد بشه اگه کسی دعوت رو رد بکنه طبیعتا نجات رو رد خواهد کرد ولی واقعا خدا رو شد چه امتیاز بزرگی خدا به ما داده که واقعا این در رو برای ما باز کرده واقعا خداره. چه آسان ما دسترسی بهش چقدر آسان تر از کاهنان دسترسی به حضورش رو برای ما آسان کرده ولی دلیل نداره عزیزانم هم نوشتن دلیل نداره حالا که در فیض برای ما باز ما به بی احترامی یا به سبکسری به حضور رو بریم <applause> و درسته که مسیح راه رو برای ما باز کرده دسترسی به او آس آسانه ولی این, این هیچ وقت از اهمیت و ضرورت و اون احترام به او کاسته نمیشه ما باید اون رو در هر حالت با قلبی پر از احترام و ترس به حضورش بریم ولی مسئله اینه که در برای همه ما بازه و اگر قبولش بکنیم امروز نجات برای همه ما هست دیگر برای شخص مخصوص نیست دیگر برای قوم مخصوص نیست برای همه اقوام و همه ملل هست آمین تشکر آمین. خدا رو شکر واقعا ممنون برای توضیحات کاملتون چون وقت داره به قول برادر میتن خیلی بیزن. زود زود میره من خیلی دوست دارم و مشتاقم راجع برتری پنجم از شما بشنوم حتما لاجان. برتری پنجم پیمان قدیم اینه که معیارها و قوانین ظاهری بود در پیمان قدیم مم. و انسان ها در حفظش کوتاهی میکردن عزیزان اشاره کرده بودن فکر کنم ام. بال عزیز ولی در پیمان جدید معیارها درونیه از درون انسان هست و مردم با وفاداری به مسیح و کمک روح القدس قادر هستند این قانون ها رو این مفاد رو این هر چی که هست در عهد جدید بتونن حفظ بکنن تمام قربانی ها میبینید تشریفات لازم خاص خودش رو داشت و معیارهای ظاهری بود در حقیقت شرکت در مراسم بود اعیاد بود قربانی ها بود همه چی در ظاهر بود در باطن هیچ چیزی انجام نمی شود. بله. ولی حتی حیوان رو قط میکردن می کردن می رو آتیش می زاشتن، یه قسمت می سوزوندن خونش رو نمی دونن می پاشیدن تمام اینها نشانه ظاهری بود از اون تبدیل درونی که انجام نمی شد قربانی گناه رو اشارم کردم بخشیده نمی شد با اون خون فقط پوشانیده میشد کفاره میش پوشانیده میشد مثل که یه چیزی رو بپوشونی ولی اون زیر گناه بود ولی هیچ اتفاق نمیافتاد ولی پولس مکررا به ما میگه که نگ... نگه داشتن تشریفات و قوانین نجات ما رو تضمین نمیکنه چون ظاهری هستن تلاش ما تلاش ظاهری ما برای نگه داشتن بعضی از قوانین و مقررات ظاهری بیفایده است چون نمیتونه اون ما رو ما نجات بده یک چیزی در درون ما اتفاق نمیفته و این چون این قوانین این تغییر درونی رو در ما ایجاد نمی کنن. ولی در پیمان جدید همینطور که اشاره کردم روح القدس میاد و عزیزان هم اشاره کردن این تغییر رو در قلب ما انجام میده و این از درون ما رو عوض میکنه کاری که نتونسته بود پیمان قدیم انجام بده کاری که نتونسته بود قربانی ها انجام بدن دل انسان رو عوض بکنن غلاطیان 6.15 میگه در مسیح نه ختنه چیزیست نه نامختونی بلکه خلقت تازه قربانی خلقت شا. تازه نمیداد ولی قربانی پیمان قدیم پیمان جدید خلقت تازه در مسیح است رومیان 2:29 میگه یهود آن است که در باطن باشد و ختنه اون که قلبی باشد در روح نه در حرف که مت اون نه از انسان از بلکه از خداست چون روح میگه میکشد ولی حرف میکشد ولی روح زنده میکنه پیمان قدیم روح حرف بود ولی پیمان جدید در روح انجام میشه در پیمان قدیم مردم با اجرای قوانین تشریفات رضایت خدا رو جلب می کردن. ولی در پیمان جدید زندگی تغییر یافته از درون زندگی خلقت تازه است که خدا رو خوشنود می سازه. نه مراسم های ما و در پیمان قدیم اگر هر کاری می کردن کم می اووردن نمی تونستن حفظ بکنن ولی در پیمان جدید قوت توسط روح القدس به همه داده شده که بتونن اون هد رو نگه دارن بتونن نجاتشون رو نگه دارن دیگه لازم نیست قوانین مرق مقررات انجام بشه مردم در پیمان قدیم در مقابل قوانین مسئول بودن ولی در پیمان جدید در مقابل خود, خود خدا مسئول هستن. چقدر فرقه نه من در مقابل قوانین مسئول باشم یا خود خدا در پیمان قدیم با مقررات روبرو رو بودیم ولی در پیمان جدید با خود خداوند ما در رو روبرو هستیم در رابطه هستیم چون مراسم تشریفات هیچ وقت نتونسته و نخواهد توانست قلب انسان رو از گناه پاک بسازه و انسان رو عوض بکنه ولی ایمان به عیسی مسیح توسط روح القدس میتونه این خلقت جدید رو در ما بده و ما رو عوض بکنه و چقدر برتری عالی هست آمین چی بگم دیگه واقعا هم, واقع هم سکوت سکوت با واقعا و چقدر خوشحالم که بعضی از بیننده های عزیز نوشتن که امیدوارم که اسمشون رو درست بخونم ایشو عزیز فکر کنم نوشتم برای ما از شما تشکر کنم خواهر شمیر عزیز و نوشتن که این پیغام پرورکت باعث شده که این قسمت از کلام به زیبایی براش باز بشه ممنون شا. که این شهادت رو دادید و خوشحالیم که شما رو دادیم و داریم و ممنون که همراه ما بودین همینطور یکی دو تا پرمک میخونم به خاطر اینکه یه خورده خواهر شمیران استرات خواهند دفعه دیگه <applause> ازشون دعوت کردیم بازم بیان پیشم با. میرنده عزیزی برای ما نوشتن درود خواهر گرامی و برادر گرامی و خواهر موجه گرامی برکت خدا بر همگی شما آمین ممنون که همراه ما بودین همینطور علی برای ما, برای ما نوشتن خدا رو شکر برای وجودتان که ایران رو برکت میدین خدا رو شد برای تک تک فرزندان خداوند خواهران و برادرانی که در نام عیسی مسیح در این خانواده روحانی داریم آمین. همینطور بیننده عزیز دیگه برای ما نوشتن که آمین مسیح بالاتر است همه چیز از او کلمه خدای نادیده است که جز شد و در میان ما ساکن شد درود خدا بر شما عزیزان و فرزندان پدر آسمانی ما هم درود میفرستیم به شما شد برای وجودتون و ممنون که همراه ما هستید واقعا سپاسگزار همه شما عزیزان مخصوصا برای پیامک های خیلی همسو و عالی هستید همچنان تح... هم داریم این پیامک ها بله. رو ولی همطوری که گفتید شما یه استرا تونستید بکنید بله. <تصفح> انرژی دارید دیگه پس بله بله. بریم برای برتری دیگه از ما رو هدایت کنید برای برتری دیگه به فضل خداوند بفهم شیشومین برتری در پیمان قدیم قربانی ها مکررن انجام میشد و در پیمان جدید یک بار برای همیشه. احبا. در لاویان شما باب 16 عزیزان اگه بخونن قربانی ها به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و حتی هم که اشاره کردم سال یک بار روز کفاره باید تکرار می‌شد. هر, هر سال هر سال هر سال هر روز برای گناهانشون. باید. هر هفته اصلا آتش اصلا همیشه خاموش نمیشد روی قربانگاه چون همیشه آتش قربانی می‌گذروندن. برای کاهن برای باید قربانی میز ولی کاهن الان کاهن اعظم ما دیگه هر روزه این کارو نمی کنه یک بار برای همیشه شکر. صورت گرفت بخشش کامل رو همیشگی رو برای ما برمغان آورد الان دیگه این کاهن اعظم با مرگ فداکاران روی سریب جمعه جریمه گناهان ما رو کاملا پرداخت دیگه لازم نیست روزانه هفتگی نه درسته اگه روزانه اشتباه میکنیم اعتراف باید بکنیم تر. یعنی درسته قربانی نمیگذرونیم ولی اعتراف با گناهمون اگر هست هر روز اون هست مه. ولی بخشش انجام شده جریمه گناه پرداخته شده دیگه پیوسته در حضور خداوند الان دیگه بر تخت پدر نشسته الان دیگه هر روز کلام خدا میگه شفاعت ما رو میکنه به عنوان نماینده ما در حضور خداوند شفاعت میکنه که ما از بخشش الهی ما رو مطمئن بسازه و قدرت و اقتدار مسیح رو بیشتر از کاهنا اینجا نشون میده قدرت آسمان و زمین در دست اوست و جالب اینه که این قربانی هرگز دیگه لازم نخواهد شد تکرار نخواهد شد چون جاودانیه ابدی تا آخر معتبر هست و جالبه که خیلی ها در عهد عتیق اتفاقا در این پیمان قدیم منتظر دیدن این چیز بودن و در رو ارمیا 31 یک, یک عزیزان بخونم بعد میگه روزی خواهد اومد که با اهل اسرائیل عهد تازه خواهم با بس نمانند اون عهد پیشین <applause> میخواد بگه نه اون عهد قدیم عهد جدید خواهم بس چون او برخلاف کاهنان کاری که سالی یک بار میرفت ولی الان یک بار برای همیشه انجام داده در دست راست خدای نشست خدا نشسته تاوان گناهان ما رو پرداخته دیگه لازم نیست هر روز هر هفته قربانی ها انجام بشه یک بار برای همیشه و این برتری عالی دیگه است آمین چقدر عالی حیواناتم از دست ما راحت <تصفح> شدن <تصفح> هر روز بعد این مرغ و این خروس <تصفح> رو نمیدم این گاو و گوسفند یک قربانی برای همیشه بله واقعا ولی در همین حین که داشتین صحبت میکنین خواهر شمیر عزیز یک پیام بسیار پربرکت برای ما رسید که سعید عزیز برای ما نوشته میخواستم از دوستانی که برای محشید دعا کردن تشکر کنم حال محشید خیلی خوبه و در مورد مشکل من دعا خواسته بودم دوستان مشکلم شکر خدا در شروف حل شدن هست خواستم از این طریق به خاطر دعا از شما دوستان تشکر کنم هللویا میگیم واقعا و ممنون که این شهادت رو با ما در میون گذاشتین خیلی خوشحال شدیم و برای شما برادر عزیز باز هم استیم و آمین که مشکل شما کاملا حل بشه خب خواهر شمیران عزیز برای ما از برتری هفتم بگیم <applause> <applause> برتری هفتم پیمانی بود که در پیمان قدیم اتفاقا این خیلی مهمه چون خیلی امید میبخشه به ما بر ترس استوار بود <تصفيق> <تصفيق> و ولی پیمان جدید بر محبت استوار هست و شک... چون شکست در انجام و پیروی قوانین و اون پیمان موجب ترس مردم میشد مردم به خاطر ترس از مجازات بود که به صورت به طرف مردم به خود ام. طرف خدا می رفتن. ام. ترس از مجازات بود قربانی می دادن. ترس از مرگ بود چون اگر نمی دادم باعث, باعث, می شد که بمیرن ولی در پیمان جدید به خاطر محبت خداوند هست اوک. ما جذب میشیم به خاطر محبت بر محبت استواره کلام خدا در اول یوحنا 4 میگه میگه در محبت خوف نیست بلکه محبت محبت کامل خوف رو بیرون میندازه زیرا که خوف عذاب داره و کسی که خوف داره در محبت کامل نیست پس میبینید چقدر تفاوت هست بین نزدیک شدن به خدا همراه با ترس و وحشت در کوه سینا در کوه سینا مردم میترسیدن موسی رو میفرستادم می می گفت ما نیای تو برو با خدا صحبت بکن و واقعا هم که برادر عزیزمون شاروخ خدا شما گفتن <laughs> وای با حالا در کوه سینا بود ولی چقدر فرق میکنه با اون حضور شادی بخش و محبتی که با اشتیاق میدویدن بر کوه زیتون که از خداوندشون عیسی مسیح بشنو خوشا حال اونجا بود در کوه زیتون بود <applause> وای بال در کوه سینا بود و چقدر مردم واقعا با اشتیاق میرفتن می با محبت میکشید اونها رو محبت ایسای مسیح اون دلسوزی ایسای مسیح پیمان قدیم غذب خدا رو در برابر بر گناه نشون میده پیمان جدید لطف و بخشش خدا رو نشون میده و این واسه <applause> شادی و امید ما میشه و خدا میخواد امروز ما از روی محبت به او نزدیک بشیم و رو پیروی بکنیم نه از روی ترس درست ترس خداوند ولی ترسی تو هم با احترامه پس چقدر فرق داره که ما امروز اگر پیرو هستیم اگه امروز نجات رو داریم به خاطر اون عشق و محبت اگه جذب او میشیم به خاطر عشق و محبت نه از روی ترس و اجبار و اگه به اون میریم زیر پاهای او میشینیم به خاطر اون عشق و محبتی که بود آمین آمین. آمین آمین واقعا خیلی زیباست یعنی اول و آخر همه چی و تمام این کارها م. تمام این اتفاق به خاطر محبت آمین یعنی واقعا زیباست یعنی وقتی که خواهر شمیران تک تک این مورد رو توضیح میده ابعاد مختلف این موضوع رو میشکافه برامون و این چشم انداز رو جلومون باز میکنه تازه یکی یکی, یکی یادمون بیاد بردار میتن که بله. چقدر خدای بزرگ و پر محبتی داریم آمین خب در کلام خداوند خودش خود خداوند میگه که محبته خب باید پس محبت باشه باید باده. خودش محبت رو نشون بده و ما همه اینها رو مدیون خدا هستیم که در جسم آمد و آنها رو به ما نشان داد آه. یعنی حرف یه چیزی بود ولی آن چیزی که در یوحنا نام نوشته همینه دیگه میدونید تمام این صحبت ها در جسم گردید در جسم آمد تا نشون بده اونها رو در عمل ثابت بکنه و من فکر کنم یه خودم اسرات بدیم به شامیران اگه یکی چند تا میدونم دیگه خواهش سمیران نمیاد انقدر اذیتشون میکنیم نه با محبت میاد ما محبتتون نشون بدیم یه خورده پیامک بخونیم بعد میتر عزیز بیننده عزیزی برامو نوشته که خواهش بفرمایید در برابر بدعت گذاران باید ایستادگی کرد و چگونه آره من فکر می که ببینید بدعت گذاران که یکی دوتا که نیستن بدعت های زیادی وجود داره هر چیزی که منکر خداوندمون عیسی مسیح به عنوان فرزند خدا فرزند ما میدونیم یه خدا که همسر اینا نداره به عنوان یگانه او از وجود او و همچنین تسلیس و مطالب درست و اساسی آن چیزی که در انجیل به ما گفته شده خارج از باشه بدعته و اگر ما در یک جای قرار بگیریم که این تعلیمات رو میگن خب باید دور بشیم از اونها حالا اجالتا لازم نیست که دشمنی بکنیم ولی حتما باید دور بشیم به خاطر اینکه تاثیر بسیار منفی روی ایمان ما خواهند گذاشت. بسیار آمین که م. بیننده عزیز جواب سوالشون رو گرفته باشن ولی اگر باز هم م. سوال دیگه ای داشتین میتونید با ما در ارتباط باشید و دوباره پیامتون رو برای ما م. بفرستید. همینطور بیننده عزیز دیگه ای برای ما نوشتن که شکر برای وجودتون کشش میریتم و خواهر شمیران عزیز ما هم شکر میکنیم برای وجود شما تناز عزیز نوشتن شکر برای غذای روحانی که خواهر شمیران عنوان کردم فیز بردم شکر برای وجود روح القدس منو تبدیل و تغییر داد و هر روز در من کار میکنه تا رشد کنیم شکر. برای این خلقت نو شکر برای این تولد روحانی شکر برای وجود ایسای مسیح که نجات هم رو مدیون مسیح هستم و سپاسگزار خدای پدر پسر و روح القدس فیض و برکت خدا من با شما بود آمه. ما هم شکر میکنیم برای وجود شما و ممنون که همراه ما بودین و پیام زیباتون رو برای ما فرست دادین مرسی الناز عزیز خب شمیرا من چون که از الناز خیلی عقب نیفتم ایشون هفتمین رو پرسید منم هم هشتمین رو بپرسم ببینیم مسابقه بین من و الناز به کجا خواهد است هشتمین هشتمین برتری پیمان قدیمی که رس رسی به اون در پیمان در قدیم دور بود و محدود بود ولی در پیمان جدید دسترسی نامحدود و خیلی خیلی نزدیک به ما هست اتفاقا در تفکر بشری ارزش یک چیز در اینه که تعداد محدودی از اون داشته باشن انسان ها از اون برخوردار باشن مثل تیراژ محدودی یک کتابی هر چقدر تیراژ محدود باشه به معنی ارزشمند بودن اون کتاب هست چون تعداد محدودی از افراد میتونن داشته باشن اون نسخه رو داشته باشن اما در پیمان جدید نقشه عظیم خدا برای فدیه گناهان ما در تضاد با این نگرش هست و به این ترتیب پر ارزشترین و واقعا گنج عظیم پر اون گنج گرانبها ها در دسترس همه گان قرار داره در تفکر الهی دیگه پیمان جدید هر چه تعداد کسانی که از اون چیز با ارزش استفاده کنند بیشتر مردم ایمان بیارن اون چیز با ارزش تر میشه برعکس چیزی که در دنیا هست در پیمان قدیم دور از دسترس بود و تهدید کننده به نظر می رسید اما پیمان جدید در دسترس همه هست و تضمین کننده است دیگه تهدید کننده نیست نجات ما رو تضمین میکنه شکش. دیگه ما رو محکوم نمیکنه تهدید نمیکنه و اون مقدس جا که به وسیله پرده جدا شده بود دیگه که کاهن اعظم هم تو کشاره کردم سال یک بار میرفت دیگه الان برای همه ما در هر وقت در هر زمان هر موقع که بخوایم بریم حضور و خداوند در دسترس همه ما هست یعنی دور از دسترس الان خداوند نیست در دسترس هست و بسیار نزدیکه و این امتیاز بسیار بزرگی که خداوند ما اینجوری در دسترس ما قرار داده خودش رو که بتونیم نامحدود شکش. و همیشه و اینقدر نزدیک به او بریم دیگه هیچ پرده بین ما اون مانع نیست بله. چیزی مانع نیست شکر. و این ازش رو برای مم. ما داده و این عالیه برای ما خدا رو شکر آمین خدا شکر, شکر. دوباره خورده بریم سراغ پیامک ها رزه عزیز نوشتن درود و عرض ادب دستبوس و پاشوی آخه. تک تک خواهر برادرانم هم هستم سپاس گذارم این برنامه بسیار عالی و پربرکت که باعث بنا و تقویات ایوانمون میشه خدا برکتتون بده ما هم خدا رو شکر میکنیم برای وجود شما و ممنون که همراه ما بودید و بسیار سپاسگزاریم به خاطر تشویقتون <applause> و بیننده عزیزی دیگه نوشته مسیح پاک و منزه از هر ناپاکی بود و شخصیت دوم تسلیس مم. راستین و همه چیز در واسط او آفریده شده چه بر روی زمین چه آمین. در آسمان ها مم. تختی بر زمین و آسمان بدون واسط مسی محقق نشده او نور عالم است مسی شخصیت خدای راستین است بر بسیار زیبا آمین. ممنون به خاطر این پیام زیباتون همینطور امیر عزیز نوشته درود خداوند و من به تک تک شما عزیزان مهربان و سپاس از رحمت شما عزیزان واقعا زوج دوست داشتنی هستید خواهر مهربانم درست میفرمایید واقعا شد برای وجود این زوج آی مهربان بسیار عالی بازم ممنون و سپاسگزار شما عزیزان هستم به خاطر همه پیام هایی که برای ما فرستادید و همچنان دارین ارسال میکنید آمین که فرصت بشه که همه پیام ها رو بتونیم در کنار همدیگه بخونیم های. اما خواهر شمیران عزیز قول میدم دیگه خیلی از نکنم ولی زحمت بکشین راجب نهمین برتری مم. پیمان جدید نسبت به پیمان قدیم بر ما نهمین برتری و آخرین برتری البته برتری ها زیاده ولی داره. تو محدود این یک ساعت و نیم آوردم نهمین برتری که در پیمان قدیم بخشش کسب کردنی بود مم. عزیزان اشاره کردم و فکر کنم آنیبال عزیز بود ولی در پیمان جدید بخشش رایگان ها. داده شد أوف. دیگه تلاش برای کسبش نیست پیمان قدیم بر تلاش انسان متمکز بود و با تلاش انسانی کسب می ولی پیمان جدید بر فیض خدا متکیه و یک بخشش رایگانه دیگه اگه کسی نتونه تلاش بکنه نیست که نتونه کسبش بکنه چون بخشش رایگان فیض یعنی بخشش رایگان یعنی ما به یک چیزی که استخاقش رو لیاقتش رو نداریم ولی بله. نیاز داریم احتیاج داریم به ما میدیم آمین. ما به نمیتونیم نجات رو به دست بیاریم ولی نیاز به نجات داریم آمین. و فیض این کار رو برای ما میکنه و, و میبینید هارون چقدر طول میکشید خودش رو آماده میکرد ولی چقدر تلاش میکرد بله. کاهنا چقدر تلاش میکردن پاک میکردن قطع قطع اشاره کردم کس می کردن این نجات رو <applause> میخواستن ولی در پیمان جدید اینجوری نیست کوشش دیگه نیست کوشش انسانی نیست بکن نکن نیست <applause> وای بحال نیست خوشا با به قول برادرمون و این فیض خداست این بخشش رایگانه که همه چیز برای ما آماده شده <applause> یعنی آماده کرده خدا این قربانی رو اون کارهایی که باید بر قربانی انجام می تمام خدا برای ما انجام داد بسی برای ما انجام داد یه انسانی ما نب... نیست چون ایسای مسیح برای بیه تمام کارهایی رو که مورد نیاز نجات ما بود انجام داد و برای پارسایی ما برای مقبولیت ما برای خوشنودی خداوند هر کاری که برای نجات ما و اینکه خدا امروز از ما راضی باشه و خدا خوشنود باشه رو مسیح برای ما انجام داد افسوسیان دو پنج میگه زیرا محض فیض نجات یافتید و از راه ایمان و این از خودمون نیست بلکه عطای خداست و چون نجات ما واقعا توسط کارهایی که ما انجام بدیم نیست فقط بخشش خداست و این توسط فهم تو که اشاره کردم فیض ایسای مسیح اه. و این درسته که تلاش ما انسانی است ولی اینقدر این مسئله ارزش داره اینقدر ارزش داره که برای عزیزانی که بعضی موقع فکر کنند که باید کارهایی رو انجام بدن که مورد مقبول قرار بگیرن ایمان رو میذارن یک درس بزرگیه ایمان وحله اول و بخشش رو فیض رو اون میاره یعنی با ایمانه که ما به فیض میرسیم در رو در دوز بالای صلیب میبینیم دوز بالای صلیب ایمان آورد هیچ فرصتی برای کارهای خوب نداشت دقیقا. گفت همین امشب با من در فردوس خواهی بود پس ایمان رو و کسب کردنیه در ای 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 چیز نه ام ام بخشی دادنیه یعنی بخش. رایگانه مم. کسب کردنی چون از کسب کردنی بود دوزبالای بالای صلیب نمیتونست با کارا مم. فرصت نداشت کسب بکنه مم. و پارسایی ما نجات ما در شمردگی ما از فیض خداونده مم. نه اینکه کارایی بکنیم چون ما باید بدونیم هیچ کس از ما با هیچ تلاشی لایق گرفتن نجات نیستیم هیچ کس از ما با هیچ تلاشی ن... نمیتونیم اگر از طرف خدا این بخشش برای ما انجام نشه ولی خداوند با فیضش میاد این کار رو برای ما انجام میده محبتی رو برای ما شامل میشه پسرش رو قربانی میکنه و این فیض حقیق رو به ما میده که ما شایستش نیستیم فیض عجیب واقعا شگفت انگیز عالی که خداوند به جای ما تا چرا فیض چرا بخشیدنی تا هیچ کدوم از ما فخر نکنیم چون اگه با تلاش و کوشش انسانی بود طبیعتا میگفتیم من زیاد کار کردم من لایق بیشتر بخشش هستم آله، آله. کارهای من بیشتر نیکوکاری من بیشتره من پول زیاد دارم میتونم قربانی بدم میتونم کمک بکنم ولی کسی که نداره چی در نتیجه اون موقع نمیتونست میتونستیم به هم دیگه فخر بدیم ولی اون هیچ جای فخر بر هم دیگه نداریم چون همه ما گناهکاری غلاطیان دو شونزدم یه هیچ کس از اعمال عادل شمرده نمی شود بلکه از ایمان و این از طریق تلاش انسانی نیست ما از طریق تلاش انسانی نمیتونیم به هیچ جایی برسیم کارهای خوب ما کلام خدا یه کارهای خوب ما مثل یک, یک پارچه کثیف در نظر بله، خدا ولی خدا رو شکر برای فیضی که ما در عیسی مسیح شامل حال ما شده شکر. و این ما رو لایق شمرده که بتونیم با یمان به خون ایسای مسیح بتونیم این بخشش رو نجات رو از آن خودمون بکنیم حتی با اینکه در عهد عت تلاش میکردن ولی باز کسب نمیکردن م. نجات پیدا نمیکرده این همه مقررات ولی خدا رو شکر که امروز ما میتونیم با فیض ایسای مسیح بخشش رو بگیریم و خداوند ما رو محروم نکرد از این فیض و از این بخشش و در این بخشش در این فیض امروز برای همه بازه رایگان بازه هیچی لازم نیست مم. ایمان داشته باشن به واقعا. خون ریخته شده مم. به این بره که گناه به خاطر گناه اون روی صلیب رفت این رو اعتراف بکنن گناهانش رو اعتراف بکنن روز در بخشش و در فیض باز قبل از اینکه روزی برسه که در داوری باز خواهد شد و در فیض بسته خواهد شد آمین واقعا ممنون واقعا همه این توضیحاتی که خواهر شمیرا میداد داشتم فکر که دقیقا مثل موزیک ویدیو امروزمون چقدر توضیحات خواهر شمیران داره با قلب من صحبت میکنه <تصفيق> واقعا <تصفيق> احساس میکنم که تمام خداوند از دهان معلمین با ما صحبت میکنه تا بیشتر بتونیم کلامش رو درک کنیم آمین که برای شما بیننده های عزیز هم این تعلیمات امروز پر از برکت بوده باشه مثل من لطفا برای ما بنویسید از شهادتاتون از چیزهایی که درک کردید از موضوع برنامه فقط قبل از اینکه بریم سراغ جنبندی دوست عزیزی نوشته که من مورد هفتم و مورد هشتم رو به خاطر قطعی اینترنت نتونستم ببینم باید خدمت ارز کنم که همونطوری که در زیر صفحه گیرندتون میبینید آدرس تلگرام برنامه هست و دوستان عزیز من در تیم میدیا زحمت میکشن فایل برنامه امروز رو در ام، 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 کانال تلگرام برنامه بارگذاری میکنن شما میتونید سر فرصت برای خودتون یه چایی بریزید و دوباره بشنید تکرار برنامه رو نگاه کنید و از نکاتش مثل ما برکت بگیرید. خب خواهرش میراد عزیز این دیگه واقعا آخر سوالم میخواستم ازتون بپرسم که امکانش از یه جنبندی کلی برای من و بینندای عزیز انجام بدین حتما حتما این جنبندی اتفاقا همه نکات رو شاید در بر بگیره امروز باید واقعا خدا رو ما شکر بکنیم برای این پیمان جدید برای اینکه ما به حضور خداوند میتونیم اینقدر راحت بریم و این در برای ما بازه به حضور خداوند دیگه با تلاش انسانی ما لازم نیست بریم بلکه در فیض برای ما بازه لازم نیست یه قوانین و مقررات انجام بدیم بلکه فیض خداوند هست و امروز دیگه مقررات نیست امروز اون مقررات اون قوانین اون احکام همه بر قلب ما نوشته شده و امروز لازم نیست از او بترسیم که دنبال او باشیم امروز از روی عشق و محبتمون میتونیم او رو پیدا بکنیم دیگه لازم نیست بترسیم لازم نیست هر روز قربانی بدیم به خاطر اینکه بها پرداخته شده فقط کافی ایمان بیاریم بر او و در برای همه باز امروز دیگه برای یک نفر نیست امروز دیگه فقط یهودیا قوم خدا نیستن امروز ما همه قوم خدا هستیم آمه. امروز دیگه یک الگو رو پیروی نمی‌کنیم بلکه یک واقعیت هست و موقتی نیست بلکه ابدی هست امروز در بهشت برای ما بازه امروز دنبال بهشت هستیم میخوایم به بهشت بریم در برای ما بازه پس بیایم این فیزی رو که خداوند واقعا این بخشش رایگان رو خدا به ما داده امروز تجربه بکنیم اگه امروز کسی هست واقعا ایمان نیورده امروز کسی از تجربه نکرده امروز در فیض برای شما عزیزان بازه امروز در این پیمان جدید برای شما بازه امروز بها پرداخته شده کافیه او را قبول بکنید و این افتخار بزرگی نصیب ما بشه و اطمینان از نجات و داشتن حیات جاودانی آه. شکر واقعا ممنون آمین. ممنون واقعا ممنون به خاطر این موضوع مهمی که بر امشب برای ما آوردین ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و شکر برای وجودتون اما میرسیم به اون قسمتی که بعد میتن عزیز اول برنامه اشاره کرد و به نظر من مهمترین و قلب این برنامه است مهمترین قسمت برنامه و قلب این برنامه است خب دوستان عزیز همه ما میدونیم که صلیب برای ما ایمانداران مسیحی بسیار مهمه اما ما ایمانداران مسیحی صلیب رو نمیپرستیم چون به این ایمان داریم که ما هیچ چیز و هیچ کس رو به غیر از خدا نباید پرستش کنیم اما اهمیت صلیب در یادآوری کار بزرگ خداوندمون عیسی مسیحه که به خاطر ما به خاطر بخشش گناهان ما خون خودش رو ریخت تا هر کسی به کار او و کاری که انجام داده ایمان و باور داشته باشه نجات پیدا کنه همونطوری که صحبت امشب ما رو امیدوارم که دیده باشین خارشمیران عزیز برای ما در رابطه با برتری پیمان جدید نسبت به پیمان قدیم توضیح دادن و فهمیدیم که چقدر پیمان جدید برتری بیشتری داره نسبت پیمان قدیم و اینکه امشب موقع اینه که شما هم مثل ما با افتخار بگین کهنه ها درگذشت همه چیز نو شد و اگر میخوایم واقعا این پیمان جدید رو داشته باشید باید به کسی که واقعا این کار بزرگ رو برای ما انجام داده شروع این پیمان جدید بوده ایمان داشته باشید پس میتونید برای ایمان آوردن به عیسی مسیح همراه با کشش میتن عزیز این دعا رو که نمونه از دعای اعتراف هست بخونید و قلبتون رو به عیسی مسیح بسپارید آمین با تشکر و سپاس از شما الناز عزیز خیلی ممنون برای این مقدمه عالی و زیبا همونطوری که همه ما عزیزان شنیدیم تمامی این برتری های زیبا و اساسی رو من خیلی سریع بهتون بگم شمیران اشاره کردم ببینید عهد قدیم نگاه کنید به دستای من خب عهد قدیم اینجا و اون برتری عهد جدید اومد اینجا بعد از عهد جدید که عیسی مسیح هست باورهای دیگه هم اومد اما دیگه لزومی نیست برتری دیگه بیاد چون که برتری دیگه وجود نداره ام. حالا چه کاریه که این باوری که اینجاست بعد از عیسی مسیح برگردون شما رو به عهد قدیم در نقطه هفتم شمیران اشاره کردن در عهد قدیم ترس بود به خاطر ترس مردم این کار رو انجام می میدادن که برن نزدیک بشن به خدا از روی ترس و غضبی که حالا خدا داشت این کارو بکن اون کارو بکن در عهد جدید خداوندمون عیسی مسیح محبت خداونده اگر امشب می خودتون رو بسپارید به چنین خدایی که او دگرگونتون خواهد کرد طوری که ما رو کرده هر روزم داره این کار رو انجام میده با من میتونید این دعا رو داشته باشید با هم دیگه این دعا رو داشته باشیم در نام عیسی مسیح ای خدای محبت و مهربان و بخشنده امشب میخواهم به گناهان خود نزد تو اعتراف کنم متوجه شدم که برای بخشش گناهان من عیسی مسیح را فرستادی تا جریمه گناهان مرا پرداخت نماید امشب من با اراده خود تصمیم گرفتم به کار نجات بخش عیسی مسیح ایمان بیاورم من اعتراف می کنم گناهکار هستم و می پذیرم که عیسی مسیح برای نجات بشر آمده است من ایمان میآورم که او بر صلیب قربانی شد و روز سوم از میان مردگان برخاست ای خدای قادر مطلق به خاطر عیسی مسیح و اعتراف گناهانم مرا ببخش مرا بپذیر در نام عیسی مسیح دعا کردم و از تو طلبیدم آمین. آمین شکر خداوند عزیز آمین آمین شکر خدا. شکر واقعا ممنون بردم میتن عزیز همینطور باز یه تشکر ویژه میکنم از خواهر شمیران عزیز که انقدر عذیتتون که ما رو تعمل کردیم و ما رو برکت دادین ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و واقعا شد بر وجودتون خب فکر میکنم که اگر موافق باشین بعدا برای دوستانی که درخواستای دعاشون رو فرستادن دعا کنیم و دوباره برگردیم به پیامک‌ها چون انقدر تعداد زیاده امیدوارم که برسیم همش رو بخونیم بفرمایید پس با هم دیگه در اتحاد برای این عزیزان دعا میکنیم ای پدر آسمانی شکرت میکنم ای خداوند شکرت میکنم برای همه چیزهای نیکویی که تو از قبل به فکرشون بودی و برای ثانیه ثانیه زندگی ما برنامه‌ریزی کرده ای خداوند بزرگ شکرت میکنیم برای وجود عیسی مسیح ای خداوند شکرت میکنیم برای وجود این پیمان جدید ای خداوند که در نام عیسی مسیح به همه فرزندانت اون رو دادی ای خداوند بزرگ ای خداوند بزرگ رضای عزیز رو به حضورت میام ای خداوند این دوست عزیزمون رو در کنار این دوست عزیزمون برای قلب تمام ایرانیان عزیز برای اینکه تو لمسشون کنی تو شفاشون بده خداوند دعا میکنیم ای خداوند ما بارها گفتیم باز هم میگیم و برای این موضوع ایستادیم خداوند چون میدونیم که تو برای ایران و ایرانی های عزیز برنامه ویژه داری ای خداوند بزرگ ای خداوند بزرگ. خدا بزرگ امیر عزیز رو به حضورت میام ای خداوند قلب خدمتگزار این برادرم رو به حضورت میارم ای خداوند بزرگ برای هم شفای همه بیمارهای خداوند بزرگ دعا می کنیم چرا خود. که خود. به این اعتقاد داریم به این سای ایمان سای داریم سای. که تو تنها شفا دهنده هستی همینطور ده. برادر عزیزم بیژن رو به حضورت میارم برای درگیریش با بیماری که داره باش دست و پنجه نرم میکنه ای خداوند ما شفاش رو از تو میخوایم ای خداوند بزرگ همینطور سینای عزیز رو به حضورت میارم همه خداوند دوچار روح افسردگی شده ای خداوند بزرگ ما میدونیم که هیچ کدوم از این بیماری ها از تو نیست پس در نام یگان فرزندت میخوایم که روح افسردگی و همه روحهای بد رو از سینای عزیز دور کنه ای خداوند بزرگ ای خداوند بزرگ برای فرزند عزیز تو اعظم دعا می کنم ای, ای خداوند بزرگ ما همه میدونیم که اعظم فرزند با غیرت توه و بارها و بارها برای نام تو ایستاده ای خداوند بزرگ برای دادن, دادن نام تو ایستاده ای بزرگ برای مشکلی که برای چشمش ب... به وجود اومده دعا می کنیم ای خداوند و باز هم اعلام می کنیم که تو یهوه رافا هستی و شفای اعظم رو از تو می ای خداوند باشه که در همین برنامه ما شهادت اعظم رو برای شفای کاملش بشنویم خداوند بزرگ همینطور مهران عزیز رو به حضورت میام برای دو فرزندشون علی و محمد دعا میکنم ای خداوند بزرگ اونها رو به دستان پرقدرت تو میسپارم و خون عیسی مسیح رو بر این خانواده اعلام میکنم ای خداوند بزرگ کیوان عزیز رو به حضورت میام برای عوض کردن ماشینش هر اون که خیر تو حکمت تو در زندگی کیوان انجام بشه ای خداوند و خواست و اراده تو برای همه ابعاد زندگیش برای عوض کردن ماشینش برای محل زندگیش برای راهی که هر روز میره به دستان تو میسپاریم ای خداوند بزرگ آرزو و ایمان رو به حضور تو میارم ای خداوند بزرگ این دو عزیزی که الان بینشون جدایی افتاده ای خداوند بزرگ ما میدونیم که تو هیچ وقت برای فرزندانت بد نمیخوای خداوند هر آنچه که اراده توه هر که حکمت تو در زندگی این عزیزان انجام بشه ای خداوند بزرگ همینطور شیوای عزیز رو به حضورت میام ای خداوند بزرگ که روزهاش روزهای نزدیک به اینترویوش رو میگذرونه ای خداوند ازت میخوام که مثل همیشه هوای حواس... شیوای عزیز رو داشته باشه ای خداوند تو به ما آموختی که صبر فقط گذراندن زمان نیست نه. بلکه اینکه واقعا این, واقع این فرزند تو در اون بازه زمانی چگونه رفتار کنیم نه. میتونیم جلنده نام تو باشیم لحظه لحظه اینترویو و مصاحبه رو به دستان پرقدرت تو میسپاریم و ایمان داریم که هیچ کسی به اندازه تو این فرزند عزیزت رو دوست نداره ای خداوند بزرگ همینطور مژده و مجگان عزیز رو که روزهای سختی رو میگذرانند به حضور تو میارم ای خداوند بزرگ خودت در کلامت گفتی هیچ وقت به ما بحران یا چالشی نمیدی که بیشتر از ظرفیت ما باشه ای خداوند قطعا از همه چیزها از همه بحرانها برای رشد قلب ما استفاده میکنه ای خداوند بزرگ آرامش تو رو بر این خانواده اعلام میکنم ای خداوند همینطور برای بیننده عزیز دعا میکنم که شر... نوشتن که شریر به پسرم حمله کرده و مریض شده و میل درد شهید گرفته اسم پسرشون محمد رضا سی خدا همه روح‌های بد رو روح شریر رو از این خانواده اعلام میکنیم با شفاعت میکنیم که دور بشه از این خانواده و مشکل این فرزند عزیزت هم حل بشه ای خدا بنده بزرگ ای خداوند بزرگ بیننده عزیز دیگه ای رو به حضورت میارم که پناهنده هستن و مریض هستن ای خداوند تمام لحظه لحظه زندگیشون موضوع پناهندگیشون و سلامتیشون رو به حضور تو میاریم و تمام مشکلاتشون رو به تخت پاد... زیر... نزد تخت پادشاهی تو میریزیم ای و ایمان داریم که هیچ قدرتی مثل تو نیست هیچ مشکلی اونقدر عمیق نیست که دست تو بله. به اونجا نرسه خداوند بزرگ همینطور برای آرامش قلب شهاب عزیز که پدرش به تازگی از دست داده دعا میکنم ای خداوند بزرگ از آرامش خود تو لحظه لحظه اگه. زندگیش برید سارای عزیز ساحل علی رضا فرزانه عزیز همه این عزیزان رو آمد. که در نام یگانه فرزندت ایماندارهای خوبی هستن به حضور تو میارم ای خداوند و از آرامش تو برکت تو و حکمت تو مهمترین چیز حکمت تو برای این عزیزان خواست دارم همه اینها رو در آی نام یگانه فرزندت عیسی مسیح طلبیدم با شک گذاری دریافت میکنم آمین آمین شکر برنامه مسی آمین شکر برای دوستانی که موفق نشدن برنامه امروز رو ببینن یا حالا به خاطر مشکل اینترنت یه قسمت رو از دست دادن میتونن هر تکرار برنامه رو شنبه ساعت سه باب و چهارشنبه ساعت نیم صبح نگاه کنن و همونطوری که قبلترم اعلام کردم فایل برنامه در کانال تلگرام برنامه هم بارگذاری میشه و مهمان عزیز پنجشنبه آینده ما کشیش امیر بزجوی عزیز هستن با موضوع محبت و نیکوی خداوند آمین آمین خسته نباشه ناز <تصفح> خدا رو شکر و تشکر از شما شمیران <تصفح> عزیز خدا برکتتون بده نمیدونم وقت کوتاهی داریم برای یکی از سه دقیقه بله. میتونن... من یه سوال بله. خیلی مهم یکی از بیننده های عزیز خیلی دو بارم پرسیده بودم میدونم که وقتمون خیلی کمه ولی یه کوچولو هم اگر زحمت بکشین توضیح بدیم بسیار عالی میشه پرسیدن که فرق بین کاتولیک و پروتستان در چیه من و کدام یک بهتر است من اغلب به کلیسای کاتولیک میرم اما یک دوست ایماندار مرا نکوهش کرد محسن عزیز عزیز پرسید میشه ولی بگم در مسائل اصول اساسی فرق ندارن از اون که مسیب نجات دهنده است، روح قدوس هست از باکره به دنیا اومد روی صلیب رفت برای داوری خواهد موند یکی هست ولی کلیسای کاتولیک معمولا تفاوتی که هست بر اساس سه مرجع معتقد هستن کتاب مقدس پدران کلیسا و شورای کلیسا ولی پرتستان فقط کتاب مقدس مرجع قرار میگیرن در آین کلیسای کاتولیکا پنج تا آین علاوه بر پروتستان هم آین غصه تعمید رو دارن هم اشای ربانی کاتولیکا علاوه بر این تعیید رو دارن توبه رو دارن تطفین بیماران رو دارن انتصاب کهانت رو دارن ازدواج رو هم اضافه کردن غصه تعمید و اشای ربانی رو دارن مسئله رهبری در کلیسا و تشکیلات کاتولیک سازماندهی شده است در رسپاپ پاپ همه هر جا که برین هر جای دنیا باشین در رس پاپ قرار گرفته و سلسله مراتب همینجوری اومده پایین ولی در کلیساهای پروتستان هر کلیسای تشکیلات خودش رو داره لوتریا تشکیلات خودشون رو داره انجلیا تشکیلات خودشون رو داره پنتیکاستیا تشکیلات خودشون رو دارن و مسئله دیگه فرقی که هست کتاب مقدس کاتولیکا علاوه بر 66 کتاب که 39 تحت و عتیق 27 تا هستن عهد جدید یکی هستن ولی در عهد عتیق کتاب هایی برای کاتولیکا اضافه کردن مسئله دیگه مسئله تفسیر کتاب مقدسه ام. کاتولیکا در مسئله کتاب مقدس و تدوین اصول اعتقادات معتقدن کلیسا باید این کار رو بکنه ولی در کلیسای پرتستان هر فرد ایماندار در کلیسا میتونه تفسیر بکنه و نظر بده در مورد ام. کتاب و مسئله دیگه مسئله رستگاری کلیسای کاتولیک فکر میکنن با آینها رستگاری هست پیش کشیش باید توبه کنی این رو انجام بدی رستگاری میشه ولی در پرستان میگه پروتستان میگه باید ایمان داشته باشی به خدا و اعتراف کنی گارانت و نجات رو داشته باشی مرسی واقعا ممنون که تو این زمان کوتاه <تصفح> <خودا> اینقدر <تصفح> خوب برای بیننده عزیز ما توضیح دادی امیدوارم که محسن جان جواب سوالشون رو گرفته باشم ولی باز اگر سوالی داشتین میتونید با ما در ارتباط باشید بله از اون دیگه هم بیننده که اسم نمیدونم ولی لوش آرزو و همچنین کاترین منصوره کیوان عزیز و دیگر از ببخشید نتونستیم برسیم اگر از من بپرسن تو کی هستی من میگم که به عنوان معنی کاتولیک عمومی هستم کاتولیک به عنوان ایمان راسخ من ارتدوکس هستم به عنوان انجیلی هم هستم به خاطر اینکه باید کلام خداوند رو پخش بکنم خداوند شما رو برکت بده مرسی ناز مرسی شما مرسی هستا. از تمام تیم پایه‌ای ما خداوند شما رو برکت بده عهد جدید رو چسبید در نام عیسی مسیح شبتون بخیر عزیزان